سرخط خبرها، اعلام خبر حساس از برنامه تسلیحاتی ایران و نگرانی دشمنان، هشدار کره شمالی درباره گسترش حضور آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و درخواست فوری آمریکا از اوکراین برای تشدید حملاتش بر علیه مواضع روسیه. به این بسته خبری از پی خوش اومدید. در خبری غافلگیر کننده برای دشمنان، قاهر 313 که در ابتدا به عنوان یک جنگنده معرفی شده بود، حالا قرار است به عنوان یک هواپیمای بدون سرنشین پنهانکار مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع فصل جدیدی را در قدرت پهپادی ایران آغاز خواهد کرد و این یعنی عمق خاک دشمن در تیرس این جنگنده های مرگبار ایرانی قرار دارد. به گزارش تسنیم، شب گذشته یعنی 30 بهمن 1401 امیر افشین خواجه‌فرد رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در گفتگویی اعلام کرد که پروژه جنگنده قاهر به زودی در نقش یک هواپیمای بدون سرنشین ظهور خواهد کرد. تبدیل این پروژه به یک هواپیمای بدون سرنشین نشان می‌دهد ساخت پهپادهای پنهانکار در نیروهای مسلح کشورمان با برنامه‌ای مدرن و کاربردهای متفاوت در حال پیگیری است. پرنده هایی که هم می توانند به عنوان هدف سامانه های پدافندی و هم به منظور کالیبره کردن فضای راداری و آشنایی کاربران سامانه های پدافندی با جنگنده های پنهانکار فرامنطقه ای عمل کنند و هم می توانند در صورت مسلح شدن آنها را در نقش پهپاد رهگیر و یا پهپاد رسمی و شناسایی به کار گرفته. در یک دهه اخیر پایگاه های آمریکایی در منطقه و همچنین ارتش رژیم صهیونیستی به جنگنده های نسل 5 پنهانکار مجهز شدند. از سوی دیگر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز جنگنده های بروز و پیشرفته ای را برای افزایش قدرت دفاعی خود خریداری کردند. هرچند نیروهای مسلح کشورمان در حوزه پدافندی راهکار مقابله با این جنگنده ها را یافتند، اما در زمینه قدرت هوایی با اتخاذ راهبردهای بومی به سراغ طراحی و تولید تجهیزاتی رفتند که علارغم صرف هزینه های بسیار کمتر کارایی مناسبی داشته و تاکنون توانستند توازن نظامی در منطقه را به نفع ایران و جبهه مقاومت تغییر دهد. این موضوع تا جایی ادامه داشت که فرمانده سابق نیروهای سنتکام در جلسه کمیته دفاعی کنگره آمریکا گفته بود که استفاده گسترده ایران از پهپادهای کوچک و متوسط برای عملیات‌های شناسایی و هجومی بدین معناست که برای اولین بار از زمان جنگ شبه جزیره کره ما بدون برتری کامل هوایی عملیات انجام می‌دهیم. چند روز پیش نیز روزنامه گاردین به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا شد ایران در حال ظهور به عنوان یک رهبر جهانی در تولید پهپادهای ارزان قیمت و مرگبار است. حاصل این سرمایه‌گذاری ها در سالهای اخیر موجب شده است نیروهای مسلح کشورمان توانایی طراحی و تولید انواع پهپاد با کاربردهای مختلف و بردهای متنوع را به دست آورند. در صورتی که امروز کشورمان به عنوان قدرت برتر پهپادی در منطقه و یکی از قدرت‌های برتر پهپادی جهان شناخته می‌شود. قدرت پهپادی ایران اما منحصر به مرزهای کشور نمانده و طی سالیان اخیر و به خصوص بعد از ظهور گروهک های تروریستی تکفیری در منطقه، جمهوری اسلامی ایران با تقویت همپیمانان خود در جبهه مقاومت توانسته است شبکه یک پارچه پهپادی را در منطقه ایجاد کند. این توانمندی تا جایی پیش رفته که به گفته سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می تواند تنگه های راهبردی دریایی دنیا را پوشش دهد. این شبکه پهپادی همچنین توانسته نقشی تعیین کننده در نبردهای اخیر در منطقه غرب آسیا داشته باشد و ایران را قادر ساخته به هر تهدید در سطح منطقه پاسخ دهد. قدرت پهپادی ایران و جبهه مقاومت کنار شبکه یک پارچه موشکی آمریکایی ها را وادار به تغییر راهبرد کرده و موجب شده است آنها به فکر ایجاد شبکه یک پارچه پدافندی در منطقه بیفتند. نیروهای مسلح کشورمان با ورود به حوزه طراحی و تولید پهپادهای پنهانکار فصل جدیدی را در این حوزه آغاز کردند که قطعاً نقش بسزایی در ارتقای توان پهپادی کشور ایفا خواهد کرد، موضوعی که در سالهای آینده میتواند به یکی از ابزارهای قدرتمند ایران در ایجاد برتری هوایی و تقویت شبکه پهپادی جبهه مقاومت بیانجامد و در نتیجه آمریکا و متحدانش در منطقه را با چالشی جدید مواجه سازد. کیمیا
یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی درباره گسترش حضور نیروهای راهبردی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام هشدار داد. به نقل از رویترز، کیم در بیانیه‌ای که خبرگزاری کره شمالی بامداد دوشنبه آن را انتشار داد، تاکید کرد که پیونگیانگ تأثیر حضور فزاینده نیروهای راهبردی آمریکا بر امنیت خود را به دقت بررسی می‌کند. وی افزود اینکه اقیانوس آرام به محدوده تیراندازی تبدیل شود یا نه به آمریکا بستگی دارد. کیم یو جونگ تاکید کرد که کره شمالی قابلیت و فناوری موشکی رضایت بخشی دارد و این کشور بر افزایش کمیت نیروی خود تمرکز خواهد کرد. اظهارات خواهر رهبر کره شمالی که جانشین برادر هم محسوب می شود پس از آن منتشر شد که منابع نظامی اعلام کرد پیونگیانگ بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک دیگر شلیک کرد. ارتش کره جنوبی گفت که کره شمالی دو موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. گارد ساحلی ژاپن نیز اعلام کرد پیونگیانگ سه پرتابه که به احتمال زیاد موشک بالستیک بودند شلیک کرد. این پرتابه‌ها خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. شلیک این موشک‌ها دو روز پس از آن انجام شد که کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت ساحل غربی ژاپن شلیک کرد. شلیک‌های بامداد دوشنبه کره شمالی سومین شلیک تسلیحات بزرگ این کشور در سال جاری میلادی به حساب می‌آیند. و طبق گزارش یک نشریه آمریکایی، دولت جو بایدن در آستانه سفر او به لهستان از اوکراین خواسته قبل از آن که عرضه تسلیحات غربی ها به این کشور کاهش یابد، حملاتش را علیه روسیه تشدید کند. نشریه آمریکایی پلیتیکا نوشت کاخ سفید در آستانه سفر روز دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به لهستان از روی این ارزیابی که اوکراین در مرحله حساسی از جنگ قرار گرفته، خواستار تشدید حملات نیروهای ارتش اوکراین به قوای روسیه شده است. پالیتیکو نوشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این هفته با هدف چالش طلبی عازم سفر به اروپا می شود. او قصد دارد در شروع دومین سال جنگ در اوکراین حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین را محکوم کرده و علناً اعلام کند آمریکا تا آخرین لحظات جنگ از کیف حمایت خواهد کرد. اما این سفر بایدن دارای یک پس زمینه پیچیده، خطرناک و نامطمئن است. این نشریه آمریکایی در ادامه این مطلب می نویسد که تحلیلگران آمریکایی نگرانند ارتش روسیه نیروهای اوکراینی را در مناطق جنوب و شرق این کشور شکست دهد و این شکست ها عرضه تسلیحات غربی به اوکراین را کند کند. پالیتیکو نوشت همچنان که شعله های جنگ شعله ور می شود، کشورهای غربی دو سوی اقیانوس اطلس نگرانند روسیه بتواند جای پای خود را محکم کرده و احتمالاً اوکراین در بخشهایی از شرق و جنوب این کشور مغلوب شده و به این ترتیب جریان انتقال تسلیحات غربی به اوکراین کند شود. بایدن قرار است روز دوشنبه برای دیدار با آنجی دودا رئیس جمهور لهستان و دیگر رهبران ارشد ناتو عازم لهستان شود. مقام های آمریکایی معتقدند ارتش اوکراین قرار است به دنبال اجرای حمله‌ای بسیار مورد انتظار از سوی روسیه به یک مرحله حساس برسد. دولت بایدن با فوریت دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار گذاشته تا فتوحاتش را تقویت کرده و حتی دست به یک ضد حمله بزند. به نوشته پالیتیکو طبق گفته چند مقام کاخ سفید به تیم دولت زلنسکی گفته همچنان که جریان آزاد تسلیحات و کمک ها از جانب واشنگتن و اروپا برقرار است و از روی نگرانی درباره محدود شدن حمایت‌های همسایگان اروپایی به اوکراین همین الان خودش را برای یک حمله آماده کند. همچنین این نشریه آمریکایی تصریح کرد هرچند حمایت از اوکراین از سوی هر دو حزب اصلی آمریکا برقرار است، برخی در دولت بایدن نگرانند تسلط جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان آمریکا باعث شود اعطای کمک‌های بیشتر آمریکا به کیف به مانع برخورد بکند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.